درود به میلیون ها سرباز ایرانی، جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناهی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده به خواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت سرکار بانو سارای گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. حضور شما عرض کنم همیانان عزیز که هر روز فرقه تبهکاران با سرعت به سمت سقوط داره میره جلو و من اینو در طول این چند ماه اخیر مدام تکرار کردم که فرقه تبهکاران با سرعت داره میره به سمت سقوط. و چیزی دیگه برای پایان کار نمونده، اما یکی دو تا مطلب مهم هست و این رو باید با شما همیهنان عزیز داخل کشور در میون بگذارم که امیدوارم حوصله بکنید و عرایض بنده گوش کنید. بیشک بارها و بارها همه ما ایرانی ها از هم
پرسیدیم در ضمیر ناخودآگاه خودمون مدام این پرسش رو مطرح کردیم که خب این همه مخالف و یعنی واقعا هیچ جای دنیای شما نمیتونید، در سراسر جهان نمیتونید ببینید یک دولتی، یک حکومتی اینقدر مخالف داشته باشه و مخالفینش هم فعال باشن واقعا. مثلا چرا کره شمالی هم 90% مردمش مخالف این ابله هم، مردم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در اواسط دوران استالین واقعا دیگه مخالف شده بودن، اونتا میترسیدن کاری بکنن، ساکت بودن. خروشوف که اومد یه مقداری حالا از اون مخالفت کم شد، برژنف که اومد کمتر شد، ولی مخالف بودن. یعنی دلیل اون مخالفت باز شد که گورباچوف اومد و درها رو باز کرد. کشورهای بلوک شرق هم همینطور، در آلبانی تعداد مخالفین بعدها که درها باز شد، خود مقامات سابق آلبانی خودشون گفتن ما میدونستیم که بیش از 90% مردم نه مخالف که دشمن ما هستن. در همین جمهوری خلق چین، تنها به اصطلاح فعلا کشور کمونیستی جهان، تمام اون مردم مخالفن، شک نکنید. منتها مخالفینی که خب جرأت حرف زدن ندارن و به هر حال مخالفین خاموشن، ساکتن. کشورهای بلوک شرق هم همینطور بود در دوران پس از جنگ جهانی دوم، در کوبا هم همینطور، در کشورهایی که دیکتاتورها بر اون حاکم بودن، حتی در زمان پینوشه در شیلی هم به همین شکل بود، در چند دوره‌ای که در پاکستان حکومت‌های نظامی بر سر کار بود و غیره و ذالک، حتی مردم نگونبخت افغانستان اون راضی نبودن از دوران طالبان. که منتهی مراتب مردم ایران جزو مخالفینی نیستن که ساکت باشن، هر از چندگاهی اعتراضات وسیع صورت میگیره در طول این 39 سالی که کشور ما اشغال شده. مردم ایران بارها دست به قیام زدن، قیامی که تا نزدیکی سقوط فرقه تبهکاران پیش رفته. اما پرسش اساسی همیشه برای ما این بوده که خب چرا نمیشه، پس چرا سقوط نمیکنه؟ هیشک و تردید در طول این 39 سال اشغال ایران همه ما، یعنی واقعا کسانی که وجدان دارن، هنوز ته اون وجودشون یه مقداری وجدان باقی مونده، این وجدان انسانی هنوز از بین نرفته، سایده نشده لابلای چرخدنده این دنیای کثیف بیوجدان صنعتی و این دنیای پر از جنایت. چون اگه انسان که وجدان نداشته باشه میشه مثل آخوند دیگه و میشه مثل این سران کشورهایی که نشستن توی درهای بسته و دارن تصمیم گیری میکنن. هممون میدونیم که انگلیس ها و روس ها شدید پشت این اراذل و اوباش ایستادن، یعنی این همه مخالفت، این همه اعتراض، این همه اعتصاب، این همه تظاهرات، این همه بگیر و ببند. خب شما ملاحظه بفرمایید دولتی که 39 سال دادگاه های انقلاب داره، این یعنی چی؟ مثل دوران شوروی، یعنی هنوز که هنوزه ما در دوران انقلابی. علازه شانشاه آریامه روانشاد که روز جمعه فردان پس از تولد این ابرمرد تاریخ و خواهر عزیزشون شاهدخت اشرف پهلوی هست، ایشون شهریور 1320 اعلام پادشاهی کردن، چند ماه بعد، واقعا چند ماه بعد تموم شد، داشتن مملکت رو میبردن به سمتی که تازه کشور اشغال شده رو میبردن به سمت مردم، به سمت سعادت و به سمت رفاه داشتن و خواستن مملکت درست کنن. با اینکه تا سال 1332 چه بلاهایی بر سر این خدا بیامرز آوردن و چه و چه بگذاریم، اینا هنوز دادگاه انقلاب دارن. اما پرسش اساسی اینه که خب پس چرا اینا نمیرن با این همه مخالف، با این همه مخالف چه عرض کنن، با این همه دشمن، این همه ملت ایران واقعا دشمن این اراذل و اوباشه از زمان اون بیمار روانی خمینی تا این یکی علی شیری و در تمام دورانی که حالا هر احمقی اونجا اسم رئیس جمهور خودش گذاشت، مردم واقعا دشمن خونی اینا هستن. پس چرا اتفاق نمیفته؟ خب بیشک همه ما میدونیم انگلیس ها، حزب دموکرات امریکا، چپ اروپا و حضورتون رو عرض کنم دولت کثیف و جنایتکار روسیه، چینی ها و حتی کشورهای منطقه، یعنی شما تصور نفرمایید که وجود نحس نجس اشغالگران اسلامی فرقه تبهکارا مثلا برای کویت بده، برای عراق بده، برای عربستان بده. خیر، چون تا موقع که الازد اینجا بود اونا عددی نبودن،
به اون زمانی که ایران ما در دوران شاهنشاهی و حرف اولی که میزد تو منطقه ما میزدیم، بهتری سلاحایی که امریکا ساخته میشد در امریکا کی میخرید؟ ما میخریدیم. جاندار منطقه کی بود؟ ما بودیم. کی در مورد نفت تصمیم گیری میکرد؟ ما. تمام رفت و آمده تو تهران بود. و برای ترکیه چقدر خوب شد؟ ترکیه که واقعا چیزی نبود، اصلا اتوبوسای ایرانی به گفته خودشون که رد میشدن از مسیر ترکیه به سمت اروپا بیان، پلیس ترکیه گدایی یه پاکت سیگار میکرد از ایرانی ها، دمپایی. حالا مثلا بعد ملت ایران واقعا به ما چقدر حقیر شدیم، مثلا بریم اونجا سرمایه گذاری بکنیم، مثلا خونه بخریم یا مغازه بخریم یا غیره و زالک یا دو بزن. عبارت عربی چی بود؟ هیچی. بر بیابو الان عکساش از اسنادش از راجب 4000 سال پیش که حرف نمیزنیم، که 3-4 سال پیش داریم صحبت میکنیم. و سایرینشون خود عربستان سعودی چیزی نبود، یا بحرین یا فرض بفرمایید قطر که حالا اینجوری دیگه ناخودآشون هم از طلا شده. بگذاریم. بنابراین همه ما میدونیم که کمونیست های جهان، حزب دموکرات امریکا، که حزب دموکرات هم وقتی ما میگیم یعنی اونم کمونیست، فرقی نمیکنه اسمش، حالا گوشن حزب دموکرات، کمونیست های جهان، حزب دموکرات امریکا، عرض کنم اساسا دولت این اروپایی، حالا ما میگیم چپ و اروپا، نگه راست و اروپا مخالف اشغالگر اسلام باشه، خیلی هم حکومت همین دولت مرکل در آلمان میگه چپ نیستش که، یا در انگلستان چه دولت چپ به سر کار اومد، چه دولت دست راستی به سر کار اومد، فرق نمیکنه چه تونی بلر میخواد باشه، چه ترزا می میخواد باشه، چه نمیدونم اون یکی کامرون میخواد باشه، یا تاچر، یا هر کدومشون، اینا همشون پای سر اساسا اینا فرمانده چیز هستن، همین اراذل لو باشه آخوند هستن، همین انگلیسا. بگذاریم. بنابراین این باعث شده که با این همه دشمنی که این فرقه توهکاران داره همچنان بمونن و بعد شروع کنن کرکری خوندن. منتها هیچ کسی بهتر از خود آدم نمیدونه که چه خبره. هر کسی هر انسانی خودش میدونه در درونش چه خبره، از نظر روحی، روانی، جسمی، همه چی. هر انسانی میزان توان خودشو، میزان آگاهی های خودشو، قوه بنیه خودشو بهتر از دیگران میدونه. هیچ کسی به اندازه خود من منو نمیشناسه. هر انسانی خودش میدونه چه چند مرد علاجه به قول معروف. عرازل اوباشه، فرقه تبهکاران، بهتر از همه ما میدونن که کجا قرار گرفتن. دقیقاً لب پرتگاه، دقیقاً لب پرتگاه. یعنی هر لحظه اینو من باور بفرمایید، اینو جدی میگم، نه حالا مثلا شایعه بکنم یا مثلا میخوام امید علکی بدم، اصلا و ابد. من بارها گفتم باید جوابگوی حرفای خودم باشه. اگر شما یهو فردا صبح از خواب بلند شدین دیدید خبری از فرقه تبهکاران نیست، تعجبی نکنید، یا از خوشحالی خدای نکرده سکته نکنید. خیلی وضع خرابتر از اون چیزی که حتی اکثریت ملت ایران میدونن در تمام زمینه ها. من یک کمی فکرم مشغوله به خاطر که به بچه ها قول دادم این فیلم که برای من اومده پخش کن، نمیخوام بدقول بشم خدای نکرده دوباره یادم بره. از سرکار بانو سارا خواهش میکنم شماره یک رو نشون بدین بچه های.
سارای گرامی، اینم علی شیره‌ای بود دیگه که اول فیت میکشید و به زودی به این روز خواهد افتاد. همون بلایی که بر سر صدام حسین اومد، صدام حسین یادتون میاد دیگه، علی شیره یاد میاد دیگه، صدام حسین رو از تو سوراخ کشیده بودنش بیرون. البته تو به اونجا هم نمیرسی، تو خیلی برو خدا تو شو کن اگه آخر عاقبتت بشه مثل صدام یا مثل قذافی، بعد بلای سرت میاد، خودتم میدونی. به هر حال حضورتون عرض کنم که با سپاس از بچه هایی که زحمت میکشید، شعارهایی که میریزین دستتون درد نکنه، ادامه بدید، بیشتر اینو وسیع‌ترش کنید، خواهش میکنم. این جریان شعار نویسی بمونه تا پایان سقوط فرقه تبهکاران، ادامه بدید بیشتر. جاوید شاه رو یادتون نره، خواهش میکنم. جاوید شاه و اسم شخص هرعزاد رضا شاه دوم پهلوی، همون رضا پهلوی بنویسید، کافیه، دستتون درد نکنه. همتون هم خسته نباشید، آفرین. حضورتون عرض کنم که میان میشینن توی اون طویله‌ای که اسمشو گذاشتن مجلس شورای اسلامی. اون طویله است، مجلس نیست. مجلس اون مجلسی بود در دوران شاهنشاه آریامه که اسمش مجلس شورای ملی بود، نمایندگان واقعی مردم اونجا بودن و برای حق و حقوق مردم داشتن زحمت میکشیدن. یه ده توده‌ای همیشه خائن و مصدقی های ایران بر باده و چپ وابسته و سایر اراذل و اوباش، اینا اون موقع اعتراض میکردن آقا مجلس فرمایش، دروغ بود. نه، مجلس مجلس مردمی بود و نمایندگان مردم در اونجا بودن. برای همین بود که مملکت حساب کتاب داشت، برای همین بود که مملکت، چون مملکت صاحب داشت و چون مملکت دارای یه صاحب خوبی بود، یک پدر مهربان بود، داشت مسیر طبیعی خودش رو در تمام زمین‌ها طی می‌کرد. اما میرم میشنن تو اون طویله که اسمش رو گذاشتن مجلس. بعد اولا که همه‌شون خوابن، چرا تا ساعت 2-3 صبح های منقل و بکش و بخور و بعد دنبال کسافتکاری خودشونن و مجبورم هستن به خاطر اینکه ظاهر قضیه رو حفظ بکنن 8 صبح بیان تو اون طویله. اول که قبلش بساط صبحونه خوری و کله پاچه خوری و زهرما با پول ملت ایران رو دارن سورچرانی میکنن فعلا. بعد یه نفرم میره اون پشت شروع میکنه که بله مردم گناه دارن، آخه چرا، ما نمایندگان مردم هستیم، سیابازی پدر سوخته بازی، ما نمایندگان مردم هستیم، آی بیاید آقای فلان وزیر فلان، چرا مثلا مالیات اینجوری کردی، چرا نمیدونم آب وزش اینطوری، حق وزش. حالا اون داره اون پشت اون به قول خوشان تریبون داره نطق میکنه و زر زیادی میزنه، بقیه خوابن، خواب دستشو قشنگ گشته زیر چونهشو توپ به توپ خوابیده، یه شیره هم انداخته تو دهنش مثل رهبر عظیم الریششان همین علی شیره‌ای و خواهران زینب هم تو اونا خوابن. در بهترین حالتش یکی یه دونه تلفن گرفتن دستشون دارن بازی میکنن، از این بازی هاست بچه ها میکنن رو این تلفن ها، دارن بازی میکنن، روزنامه میکنن، حال میکنن که صد بشه 12 و یه نمازی بزنن به کمرشون و راست و دروغ هم تا علکه دلار راست بشن و بعدش هم برن، چون هر کدومشون دنبال معاملن و دنبال بخور بخورن. اونا با حقوق 5-6 میلیون 7-8 میلیون مجلس طبیله هی که کنار نمیان که باید برن به کارشون برسن، بچه هاشون تو خارج دارن با پول ملت ایران تحصیل میکنن، دلار باید تهیه بشه مثلا واسه بچه هاشون و غیره و زاله. بعد تازه تو مجلسشون تو همون طویلهشون چی میگن، آی چرا توپ مردم رو میشکنید، چرا شیشه مردم رو پاره میکنید، هم تو پرت و پلا، یعنی عوضی میگن، به جای که میگن توپ رو پاره میکنیم شیشه رو میشکنید، دارن همینطوری پرت و پلا میگن. بعد این پرت و پلاهاشون هم خودشون ضبط میکنن میدن دست اطلاعات، وزارت اطلاعات همینو پخش میکنه تو دنیای مجازی، بعد میگن به به به. ببین متاسفانه بعضی از این همرزبان ما، دوستان ما میگن که بله ببینید نمایندگان مجلس هم صداشون در اومده. خب روی سخن من فقط با شما مردم داخل کشوره که عزیزان، وقتی ما میگیم کار فرقه تبهکاران تمومه، بله تمومه. شما تا قیامت اینو از من بپرسید پاسخ من همینه، فرقه تبهکاران کارش تمومه. اما هنوز نمرده، این جنازه‌ای که اینطور افتاده زمین هنوز داره نفس میکشه، این فعلا شده یه لاشه، این لاشه داره نفس میکشه، هنوز قلبه داره میزنه. شما این که باید این قلبو از کار بندازید. شما تصور کردید ما میگیم کار تمومه، مثلا بشیم تو خونمونو، ببخشید ما قراره با هم با صداقت صحبت کنیم، ما قراره با هم راست بگیم، شما منو آوردین اینجا نشوندین که من باهاتون
با صداقت و با راستگویی حرف بزنن. یه قراری که ما قابلمه بفروشیم و بریم تو دبی بازارچه آگهی ها و فلانی رو بیاریم بگیم این دکتره و مهندس و بقیه این ماجراها و منم بلدم، منم راشو بلد بودم، منم میتونستم بیام اونجوری که دیگران حرف بزنن حرف بزنم و بعد منم دعوت کنم به تلویزیون فلان و از این تلویزیون برم تو اون تلویزیون، از این تلویزیون برم تو اون تلویزیون. یه دو سه تا هم سیلاب از این اسامی دو سیلابی سه سیلابی هم بذارم بغل خودمو، یعنی من نمیذارم، اونا به من خودشون حالو میدن. بعد دکتری مهندسی هست دیگه الان توی لس آنجلس هم توی کیلویی دارن چیز میکنن، لقب میدن، لقب نمیدن، لقب دارن میدن. بعد منم بلد بودم این کار بکنم، ولی ما قراره که با هم با صداقت صحبت بکنیم، چرا که اگه کاری که با صداقت نده جلو، کاری که با اخلاق، با اخلاق جلو نره، آخر عاقبتش همینه که به این روز بیفتیم که هممون بشینیم بزنیم تو سرمون بگیم که چه کار کنیم که از این بختک، از این بدبختی که سر اومده نجات پیدا کنیم. بنابراین عرض کردم روی سخن من با شما همیانان عزیز داخل کشوره، چون ما که تو خارج کشوره کاری از دستمون برنمیاد، یعنی که اوج کاری که میتونیم بکنیم اینه. اگر شما تصور میکنید که نشستین در داخل منازلتون، یه قیلونی هم گذاشتین جلوتون یا کاسه میوه‌تون رو گذاشتین جلوتون یا به هر حال مشغول تخم شکستن هستید، بعد میگی که خب هیچ دیگه، مثلا رضا احمدی یا آقای ایکس یا خانم فلانی گفت اینا میرن دیگه، خب میرن دیگه، بس بشینیم نگاه کنیم از پنجره ببینیم کی میرن. نه اینطوری نیست، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما در یک فرصت طلایی هستیم، ما الان در یک لحظه طلایی هستیم. من دنبال حرف این و اون نمیرم، حرفی که باید بزنم و بدون تعارف میزنم، چون همیشه گفتم کسی که ادعا میکنه میگه من مبارزم، من فعال سیاسیم، من میهن پرستم، من این ادعا رو دارم، من دراستی عاشق ایرانم. اساسا اگه یک ایرانی بگه من عاشق ایران نیستم، اصلا بریم بزنیش تو دیوار گل بگیرید روش، همون شده رفت. هر ایرانی باید عاشق کشورش باشه، چه در این لحظه که الان دیگه باید این عشق دو برابر باشه، چه در لحظه عادی. مگه میشه تو عشق میهنت نداشته باشی؟ تو عشق میهنت نداشته باشی یعنی عشق پدر مادرت نداری، یعنی عشق اصلا خودت دوست نداری. بنابراین هر کسی که ادعا میکنه، هر انسانی که ادعا میکنه من میهن پرستم، من واقعا مبارزم، من فعال سیاسی ام، باید نترسه. شرط اول مبارزه اینه نترسی، حرفت بزنی. اگر قراره بترسی، به قول عروف که میگن ما گرز سر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان یا در محفل عاشقان نمیرقصیدیم. ما قراره که نترسیم. اگه قراره بترسیم، خب چوری مثل دیگران ما هم بشینیم بگیم ما پستیم و نمیدونم بریم قابلمه بپوشیم و بقیه ماجراها و بشیم رهبر و فرمانده و جنبش را بندازیم و دنبال حلبی سازی بریم، آخرش هم به هیچی نرسیم. کاش به هیچ چیز برسیم، درون هم به این خوش باشه مثلا چهار نفر تو ایران مثلا رفته برای ما، مثلا میگم حالا رفته تو شعار هم نشد در دیوار. این نمیشه، خودمونم میدونیم اصل قضیه در واشنگتن نشسته شخص اعلیحضرت. ما پنج نفر حالا یه لطف میکنن، یه دوتا بوس راه دور برامون میفرستن، ما خودمون باید شعور داشته باشیم یا او برامون نداره. در حال حضور شما عرض کنم که ملت ایران، اگر شما عزیزان در داخل کشور، شما ملت بزرگ و شریف و واقعا از صمیم قلبم میگم ملت متمدن ایران، اگر شما نشستین تو خونه و خیال میکنین که الان قراره که تصمیم‌ها گرفته شده و اینا رو قراره ببرن و اون چیزی که مورد نظر ماست بیاد، نه عزیزان، این خبرها نیست، اینها رفتنیان. اما این اما هست توی این جریان، اینا رفتنیان. مثل که شما مثلا میگی که خب من قبول میشم دیگه. خب چجوری قبول میشی؟ خب درس بخونه تا قبول بشی. من که چون من میرم مدرسه میام، مثل این ترکا تو آلمان، ترکای ترکیه تو آلمان مثلا 30 سال 40 سال آقایون خانم‌ها تو آلمان تشریف دارن، بچه‌هاشون نه اون نسل قدیمشون پدر مادرشون هنوز که بعد 40 سال هنوز نمیتونه آلمانی حرف بزنه. چرا؟ خب تو خونه داره ترکی حرف میزنه، عرض کنم تلویزیون که نگاه گوش میکنه، آهنگ ترکی گوش میکنه، تو جامعه آلمان هم وارد نشده، در یه چند تا چیز یاد گرفته که بره سر کار که مثلا بگه من انجام دادم، تو هم انجام دادن، همه انجام دادن، همینطوری این حلش کنه بره جلو. خب تو 500 سال دیگه دلیل نمیشه که چون مثلا بنده 500 سال تو آلمانم، 40 سال تو آلمانم، 30 سال تو آلمان و در آلمانیم خوب باشه. نه باید بخونم، نخونی که نه تو زبان یاد بگیری. که ما این امایی رو که میگیم، اما این حراز لوباش رفتنی هم شکی نکنید، هر
کسی که شک بکنه فرقه تبهکاران به سلامت از این جریان میاد بیرون، این جریان نه این جریانه که چون حالا آقای پرزیدنت ترامپ رفته تو کاخ سفید، نه، اساسا از این روند تاریخ، از این شرایطی که بشریت داره میره دنبالش، اگر کسی تصور بکنه این اراذل اوباش به خیر و خوشی به میرن به پایان کار، اسباب اصلا حالتون پس خوش نیست، اصلا پس نمیدونید دنیا چه خبر است، تو یخچال خوابیدید، خیر کارشان تمام است. اما ما باید یه همتی بکنیم، همینطوری نیست. ما الان در یک شرایط طلایی قرار گرفتیم. این شرایط طلایی چیست؟ بدون تعارف به شما بگم همینان عزیز، من آدمی نیستم بترسم و خجالت بکشم و رو دروازی و نه این حرفو نزنم، اگه بزنم فردا چی اصلا بابت. من با تناب خودم میرم تو چاه، چون وقتی رفتم تو چاه دیدم که ای دل غافل چه چای عمیقی گیر کردم، دیگه نمیتونم بیام بیرون، دلم نمیسوزه، میگم با تناب خودم رفتم تو چاه. من با تناب هیچ کس تو چاه نمیرم، چون بد و خوبش مال خودمه. برای همین که میگم همیشه انسان باید به قامت خودش استوار باشه. در دنیا نوجوانان و جوانان، نه نصیحتتون کنم، من از این کلمه اصلا بدم میاد، یه توجهی بهتون بدم، به قامت خودتون استوار باشین، به هیچ چی وابسته نباشین، حتی به پدر و مادرتون، چون اونا هم یه روزی میرن. پدر و مادر گوهری است که امیدوارم همیشه برای ما بمونه، ولی این تو دروغه، اونا هم میرن، همه ما میریم، فقط به خودتون وابسته باشین. ولی حرف صحیح رو باید زد، حرف غلط هم باید زد که آقا این حرف غلطه. خوب رو باید گفت خوب، بد رو باید گفت بد. ما الان در شرایطی هستیم که یک رئیس جمهوری نشسته تو کاخ سفید، تمام این چرت پرت هم که میگن دروغ میگن، آقا جمهوری اسلامی از در پشت رفته با این ترامپ نشستن معامله کردن، همش دروغه. رئیس جمهور امریکا، من این رو با قدرت بهتون میگم، تا این لحظه تحت هیچ شرایطی تره که چرت کنم علفم خورد نکرده جلوی این اراذل اوباش بریزه از علی شیری تا پایین تا اینا بچرن. و بهتونم بگم، بهتون اینو بگم، همین اراذل اوباش به دستور شخص علی شیری از طریق کشورهای عمان، عراق، پاکستان، ترکیه و چند کشور اروپایی از جمله همین آلمان چند بار نامه فرستادن، پیام فرستادن، آدم فرستادن که پرزیدنت ترامپ یه جوری با اینا کنار بیا، آقا غلط کردیم، هر چی شما بگید ما درست میگیم، به روح خمینی تمام نجاست عالم ما غلط کردیم، حتی میخواین سر علی شیره‌ای هم ببریم میبریم، واسه همین قرص سیانور واسش بردن که بکنش تو حلق این بیپدر و مادر شیره‌ای. اما پرزیدنت ترامپ ترکی چرد کنم علفم خورد نکرد جلو اینا بریزه بچره، این راحتتون کنم. خب یعنی یک برگ برنده است دست ما، چرا؟ چون بالاخره بعد از 39 سال یه نفر اومد، نه یه نفر مثلا رئیس جمهور نمیدونم بورکینافاسو، قدرتمندترین شخصیت جهان اومد رفت نشست توی مجمع سازمان ملل، نشسته تو کاخ سفید، میگه آقا اینا یک دولت تروریست و تروریست بربرن. حالا بعضی از این همینان ما نه آقا این هم یک بازی جدید است، اینا خیلی خوب شما بیشتر میدونی، این شما این میکروفون این دوربین بمیشینید بگی، منم حق دارم حرفامو بزنم، اگه اشتباه باشه تقصیر خودمه دیگه، منو که جای شما تو قبر نمیذارن، شما که جای من تو قبر نمیذارن که. بنابراین ما الان در یک فرصت طلایی هستیم، در یک فرصت بسیار بسیار طلایی از نظر جهانی. اینم بهتون بگم، چون آمریکا یقه اینا رو گرفته، نه روسیه، نه انگلیس، نه اروپا، نه کره زمین، نه کره مریخ، هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تمام این هم که میبینید الان از در پشت بریم با اینا فعلا صحبت کنیم، نفت تو از اون ور به من بده، من واسه بفروشم پولشو مثلا بدم به حسن آقا، حسن آقا بده گازتو به من بده، من پولشو بدم مثلا حسن آقا، حسن آقا بده اینا فقط به خاطر چاپیدن این اراذل اوباشه. چرا؟ چون هم پوتین هم ترزامی، البته ترزامی که بیچاره خودش کاری نیست، این پیرزن بنده خدا بدبخت با اون دامنش و با اون پاش، این پاش مثل پینوکیو میمونه، اون عجوزه نشسته، اون همه کار است. در حال اینا همشون خودشون میدونن، همشون میدونن که فرقه تبهکاران رفتنیه. فعلا تا این لاشهی افتاده زمین، مثل کفتار دیدین آقا شیره رفته افتاده قشنگ خورده آهو خانومه رو، قشنگ خورده دیگه هیچی نمونده واسه اون آتاشخالش که مونده، اونا رو کفتارا میان میخورن. اینا فعلا مثل کفتار افتادن، دارن اون تتمه آخرام میخورن، نفت رو از اون ور میدوزن، گاز رو میدوزن، کور رو اره میکنن، نمیدونم طلا رو میبرن، مس رو میبرن، چون میدونن رفتنیان. هر قراردادی هم بدی الان به آخون واسه امضا میکنه، چون از در پشت بهشون میگن که آره تو نفتتو به من بده، ما به دلار میرسونی، بعد ما واسه جلو امریکا میانم. میگن واقعا که نه ما موافق برجامی، برجام باید بمونه، با جمهوری اسلامی باید بشینیم گفتگو کنیم، ولی همش چرت و پرته، چون دنیا میدونه
که رهبر رئیس جمهور امریکا پرزیدنت ترامپ گریبان اینا رو گرفته، بدطوری هم گرفته. این مزخرفاتی هم که لاریجانی و همین برادران دزد جنایتکار آدم کشی که میلیاردها دلار پول فرستادن خارج از کشور، خودشون و ده تا جد و آبادشون هم خوردن و چریدن و همینطوری دارن سورچرانی میکنن، عراقی الاصل هم هستن، اینقدر اینا جنایت تو ایران کردن که دست کم جنایت‌های اکبر دزده و همون که یارو چیز افتاد روش فیروز آبادی افتاد روش خفش کرد، علی شیره‌ای و اون بیمار روانی خمینی هندیزاده لطلالله، اینا هیچ دست کمی از اونا ندارن، همین برادران لاریجانی. این مزخرفاتی که میام میگم نه ما موندیم، چی میگه تعویض چی حرفا، چی همه چرت و پرت. از بغل بعضی از این سگای کوچولو دیدی تو خیابون، یه وجبن دو وجبن، از بغلشون که این سگای بزرگ رد میشه این سگ کوچولو شروع میکنه به واق واق کردن. چرا؟ چون میترسه از هیبت سگ بزرگه، میترسه سگ بزرگه نگاهش میکنه میگه واق واق چرا میکنه، مثلا کاری به کارتون همقدر من نیستی که من بخوام کاری به کارتون داشته باشم. این حکایت اینا شده، این واق واقایی هم که اینا میکنن، ما نمیریم و ما میزنیم و ما سر جامونیم و بعد میانوشن طرح میدن که ما در سه سال آینده مسئله بی آبی رو درست میکنیم، مسئله فلان، همش شرط پرته. یعنی ما محکمیم سر جامون موندیم، نگاه کن ما داریم راجع به سه سال دیگه صحبت میکنیم. اینها به سه دقیقه دیگه خودشون هم چیز ندارن، اعتماد ندارن. جریان قالیباف رو دیدی که گفتن آقا اومد آلمان و فلان، خیال نکنید اون دروغ بود، برش گردوندن. خیلی هاشون اینطوری در رفتن دیگه، البته تهدیدا رو نترسیدن، سر جاشون موندن و دیگه بر نگشتن، خیلی هاشون فرار کردن و خیلی هاشون در حال فرارن که خود علی شیره‌ای اعلام کرده و همین حسن هفخط گفته یک دونه از وزرا از ایران بزنم بیرون میذارم جلو جوخه اعدام، یعنی میگم جلو اعدام، یه بلای سرت میارم، بی فیضت نمیذارم. تمام اینا زن و بچه‌هاشون تو ایران، تمام اینا که میگن ما وزیریم و فلان، تا اونجایی که فعلا زن و بچه هاشون دمه دستن همشون گروگانن، خودشون میدونن کار تمومه. اون سران سپاه که اون تشتکا رو دوختن رو دوششون، اون حلبی ها رو دوختن رو دوششون، همشون میدونن کارشون تمومه. اون سردار سلیمانی و نمیدونم سردار برو آشقالا رو بردار، همشون میدونن. منتهای مراتب صحبت من با شما مردمه، ملت ایران. من به همه شما عزیزان عرض کردم از اول آبان من با شما مردم کار دارم. اگه شما تصور کردید که ما قراره بیایم همینطوری بشینیم و این مسیر رو جلوی این دوربین ادامه بدیم و بیایم یک گفتگو بکنیم و پاینده ایران و جاوید شاه و چه و چه، نه. ملت ایران آبان ماه باید تکلیف رو روشن کنید. این یک باید تاریخی آنقه که من دارم بهتون دستور میدم، من شهروند عادی مثل همه شما، منتها شما تو داخل من تو خارج. آبان ماه باید کار رو تموم کنی. این راحت بهتون بگم تحریم‌های دوم تو راهه، بد بلایی سرتون میاد. کارمندان دولت، بازنشستگان، ما مرده شما زنده، به زودی حقوق دریافت نخواهید کرد. دلار رو آوردیم پایین و اونو برد، همش دروغه، همش دروغه. تمام این جنگولک بازی ها میدونید برای چی بود؟ که دلاری که تا 4-5000 تومان بود برسوننش رو 4-15000 تومان، این دلار به 20000 تومان به 30000 تومان هم خواهد رسید، مطمئن باشید به 100000 تومان هم خواهد رسید. این چرت پرتایی که دارم برای شما تعریف میکنم به خاطر اینکه اون تتمه دلارایی هم که این دولت میدونه تو خونه هاتون قائم کردین، هر کدومتون یه 7-8-10000 دلاری حالا بنز وسطتون قائم کردید، بترسوننتون که این دلار رو بریم بزنین تو بازار، ای دلار ارزون شد آقا برام بفروشیم، مثلا آقا بریم بفروشیم، مثلا آقا بریم بفروشیم، که خودتون بین دلار بدین به دست این ارازل و اوباش. اون سناری هم که گوشین تو بانک ها اونا رو بدین بکشین بیرون، حداقل اون ورق پاره‌ای که اسمشون کاغذ پاره‌ای که دستتون اسمش پوله، فعلا پول تو دستتون باشه. بهتون دارم میگم بد بلایی ملت ایران داره سرتون میاد. دوستان من برای من و همرزمان من عکس فرستادن از فروشگاه های ایران، دیگه این احتیاج نیست من به شما که تو داخلم بگم، قیمت ها همه حداقل سه برابر شده. فعلا هنوز نه به داره نه به باره ها، هنوز شروع نشده تحریم ها، تازه شروع بشه یه ما بعد جواب میده. اما اینقدر وضع خرابه، اینقدر فرقه تبهکاران این کفگیرش به ته دیگ خورده، اصلا دیگه کفگیر و دیگی و تدیگی و هیچی دیگه باقی نمونده، اینقدر وضع خرابه، دو روز از این تحریم های دوم بگذره زلزله میشه ایران، اقتصادی دیگه وجود نداره،
ورشکستگی کامله. اینو متوجه بشید. خیال نکنید هنوز صبح با میرین بیرون 2 کیلو گوجه فرنگی 4 کیلو خیار نمیدونم نیم کیلو پنیر میگید میان خونه فعلا اینه. تهران رو نگه داشتن اینطوری، اصفهان و مشهد و تبریز و شیراز رو اینطوری نگه داشتن. ایران که همین 4 تا 5 تا شهر نیست، ایران که اهواز و آبادان فقط نیست. خب توجه داشته باشید. حاشیه نشین های تهران میدونید که چه خبره، احتیاجی نیست من بهتون بگم. من خیلی مسئله نمیخوام بازش کنم بنا به خیلی دلایل. شما قراره که روحیه به خودمون بدیم، من که نمیدونم روحیه شما رو ضعیف کنم که. ما قراره به هم نه که به هم دروغ بگیم، ولی قراره اصل اول مبارزه نترس بودن، انسان نباید بترسه و روحیه باید داشته. تو باید ایمان به پیروزی داشته باشی، روحیه باید داشته باشی برای پیروزی. چرا این اراذل لو باش با آهنگای شاد مخالفم، بعد میگن همش بریم بشین اون یارو محمد شمدوز مشهدی رو گوش کنیم که بخوش میگه استاد رو پسر شما آورد تو این داستان. چرا؟ چون شما رو بشینن پای منقل. اون آهنگ آهنگ منقله. اون لطفی که میشه براتون تار میزد اون آهنگ منقله. خب طبیعی اینا از یه آدمی مثل شهرام شپره بعدشون میاد. چرا؟ خب اساسا چرا آخوند با مشروب مخالفه؟ چون شما وقتی یه پک مشروب مینوشی پشت این مشروب دیسکو میخواد، پشت این مشروب جشن میخواد، رقص میخواد. تریه که بشه که دیگه بلند نمیشی که تکون بخوری، خودش خوش میشه میفته، فقط تلپت میکنه میشوننته. برای همینه که اسلام آخوند هیچ کاری با تریه نداره، اصلا هیچی راجبش نمیده، چون خودش همه شیره ای هم که رهبر از این مردی ششان خود علی شیره ای که دیگه نمونه شه دیگه، این سمبول این جریان اینه. اون خود خمینی هم تریه که بود، اونم بهش گفتن باید بکشی که زنده باشی. طالقانی هم تریه که بود، همه شون معتادن. بگذاریم. بنابراین شما ملت بزرگ ایران باید در آبان ماه تکلیف رو روشن کنید مردم، چون بد بلایی داره سرتون میاد. آدم میتونه از شکمش بزنه بگه آقا فقط نون و پنیر بخورم، حالا اون نون گیر بیاد پنیر گیر بیاد یه داستانیست، ولی مریض بشی که نمیتونه بگی من دوا نمیتونم بخورم. اینا دارن مملکت رو به بد جایی میبرن. و بعد مسائل دیگری که نمیشه گفت، یعنی جاش نیست الان بگیم، وقتش نیست. ایشالام که هیچ وقت به وجود نیاد اون مسائل. دشمن ما کم نداریم دور مرزهای ایران، در درون کشور ما خائن کم نداریم. ما افراد مسلحی که دشمنان قسم خورده ایران و ایرانیان کم نداریم. خوب توجه کنید چی دارم بهتون میگم. ملت ایران به پا بخیزی، بلنشید رو پاهاتون. این فریادهایی که من میزنم برای خودم نیست. ما که در خارج از کشوریم دیگه هیچ چیزی برامون باقی نمونده که بخوایم روش چونه بزنیم. نه پدری برامون مونده، نه مادری، نه خانواده‌ای. هیچ کس منتظر من و امثال من نیست تو فرودگاه. من همین الان درسم تهران، هیچ کس نیست تو فرودگاه بیاد بگه که خوش آمدی اجر شما با زهرا. هیچ کسو ندم. امثال من کم نیستن تو خارج. من فقط به خاطر شما ملت اینجا نشستم، نه من، امثال من. ملت بلند شید، بلند شید تو آبان ماه تکلیف رو روشن کنید. 3 روز مهم ما داریم داخل پرانتز. اگر شخص یا اشخاصی تصور بکنن که فقط ما در آبان ماه 7 آبانو داریم، خیال نکنید که ما گیجی. ما امت همیشه در صحنه سیرک و تئاتر گیج نیستیم. ما بعضی از این مشروط خواهان گیج نیستیم. 7 آبان رو تخم چشم ما بزرگ داشته کوروش بزرگه. یکم اومده چند نفر اومده میگم تولد نه، هیچ رضا پهلوی راحت اینو بهتون بگم، به شرفم سوگند، به شرفم، به روح پدر و مادرم، نه رو حساب طرفداری اینو بگم، رضا پهلوی هیچ چیزی کمتر از کوروش نیست. کاری که این مرد داره انجام میده شق القمره. 80 میلیون ایرانی چشمش به دنبال یک نفره. پدرش یه مملکت 15 میلیونی رو تحویل گرفت، در بزرگش یه مملکت 10 میلیونی رو تحویل گرفت. این آقا داره یه مملکت 80 میلیونی رو با 80 میلیون مسئله داره تحویل میگیره. شوخی نیست. این که تصور کنید ما 4 آبان و 9 آبان رو بخوایم لاپوشانی بکنیم، اصلا و ابدا
چهار آبان با زیبایی، زیباتر از هر سال، خیلی با شکوه تر از هر سال امسال باید برگزار بشه. در همه بچه های میهن پرست وظیفه شونه. چهار آبان باید ما سپاسگزاری کنیم از پادشاه ایران، از اعلیحضرت شاهنشاه آریامه عذرخواهی. اصلا تو خونه هامون باید واسه شمع روشن کنیم. ملت ایران، چهار آبان گل بگیری تو دستتون، وظیفتونه عذرخواهی بکنید از اون مرد که نعمت بیاد سر سفرتون. خیلی بد کردین و خیلی بد کردیم به اون مرد بزرگوار، به اون کوروش زمان، به ابرمرد تاریخ ایران و جهان، به بنیانگذار تمدن نوین، به اون خدا بیامرز. گل بگیره تو دستتون، بیاین تو خیابونا خاره بار فروشا، شیرینی فروشا، شیرینی بذارید دم مغازهاتون. تلافی اون لحظه که اون خدا بیامرز چشمشو رو هم گذاشت نقل پخش میکردین تو خیابونا، که امروز ناموس ایرانی باید اینطوری بشه، که امروز بچه ایرانی باید بره کربلا با قمه واسش قمه براش بکشن، که ترکیه پشت پنجره های ویترین مغازاش بنویسه افغانی و ایرانی حق نداره وارد مغازه بشن. ببینید چه بلایی به سرمون اوهیم به اون خدا بیامرز. بنابراین چهارم آبان ما باید با شکوه هرچه تمامتر، با شکوه هرچه تمامتر در درون و برون باید برای علیحضرت جشن بگیریم. ما هر که منزه دوان خودش، ملت ایران، این چهار آبان نشون بدید، نشون بدید که شما ملت نمک به حرومی نیستید، ملتی نیستید که انقدر بهمون بگن نمک خوردیم، نمک دون رو شکستیم. نشون بدید، نشون بدید که ما عاشق خدا بیامرز بودیم و هستیم و خواهیم بود. نشون بدید که براستی چه اشتباه کردیم، چه دست به اون فاجعه زدیم، دست به یک خودکشی دست جمعی زدیم. ملت بزرگ ایران، نذارید هر کسی هر غلطی دلش میخواد تو خارج از کشور بکنه دیکته برامون بنویسن. بس دیگه اینقدر برامون دیکته نوشتن. ما خودمون عقل داریم، شعور داریم. به قول رضاخان فاضلی، استاد عزیز من، استاد من، روح شاد، که همیشه از این کلام فردوسی وام میگرفت، از فردوسی بزرگ، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. انسان باید به خردش رجوع کنه. ازارید اینقدر برامون دیکته بنویسن. هر کسی از گرد را میرسه گروه درست کنه، سازمان درست کنه، بفهمید که سر و ته این جریان تو چیه. اینقدر وارد بازی اعلیحضرت نشید. اعلیحضرت تایید کرد، تایید که ولش کنید اعلیحضرت، بذارید کارشو بکنه. ما یک وظیفه‌ای داریم، اعلیحضرت هم یه وظیفه‌ای دارن، ایشون دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. ما فعلا باید فقط به سرنگونی فکر کنیم. و آبان ماه شروع شده، ملت ایران. شما از من خواستید من اینجا بیام بشینم تا حرف شما رو به گوش جهان برسونم، حداقل به گوش فارسی زبانان برسونم. این حرفا میره، این حرفا همه جا میره. خیال نکنید با اینجا میشین در گوش هم دیگه واسه 10 نفر صحبت میکنیم، خیر، اینا ضبط میشه میره. من میدونم کجا میره و چی میشه، علکی بهتون نمیگم، خدا شاهده. چهارم آبان ما باید ملت ایران بیا تو خیابونا گل بگیره تو دستش. کسی نمیتونه به شما اعتراض کنه. چتون شده؟ چی شده بهتون؟ مردای ایرانی، چهار آبان بیاین تو خیابونا، جوانای ایرانی، یه شاخه گل بگی تو دست همدیگه رو، ببینی همدیگه رو ببوسید، به هم تبریک بگین، شیرینی به هم بدین، یه مش نقل رو چه بدونم آب نبات برسین تو جیبتون، هم رد میشین به همه نقل بدین. آخه چهار آبان تولد شاهنشاه، تولد شاه، عیدت مبارک، یه نوع عیده. روبوسی کنی، همین روبوسی ها واسه آشتی میشه. و نهم آبان به همین شکل، در کنارش هفت آبان برنامه برای پاسارگاد دارید. آفرین، دمتون گرم. بله، در برابر آرامگاه کوروش و بزرگ باید بریم. از جانب من برید گل بذارید در برابر آرامگاه کوروش و بزرگ، سپاسگزاری کنید از کوروش. جهان باید ازش سپاسگزاری کنه، که میکنن. اسرائیل خیابون کرده به اسمش، سال هاست خیابان کوروش، در همین انگلستان خیابان هست به اسم کوروش، در هلند. جهان باید ازش سپاسگزاری کنه از این مرد بزرگوار. ما هم ازش باید سپاسگزاری کنیم. کوروش بزرگ، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه هخامنشی، شاه ایران و جهان. ولی این دلیل نمیشه ما علیحضرت فراموش کنیم، دلیل نمیشه
علاز رضا شاه دوم پهلوی سوم فراموش کنیم اصلا و ابدا، میدونم نمیکنی. من اینا رو میگم واسه اون گوشایی که دارن شیطنت میکنن، واسه اون دهانی که داره بد میگه. خیال نکنید ما حواسمون نیست. این که میشینید میگید که ملت ایران حافظه تاریخی نداره، این حافظه تاریخی نداره، مؤدبانش اینه که ملت ایران گیجه، گیج باباته. ملت ایران چرا توهین میکنی ملت ایران؟ ملت ایران خیلی هم حافظه تاریخش خوبه. اگر حافظه تاریخش خوب نبود تو اصفهان نمیگفت چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. اگر حافظه تاریخش خوب نبود تو مشهد نمیگفت رضا شاه روحت شاه. اگر حافظه تاریخش خوب نبود تو کرمانشاه، تو همدان، تو شیراز، تو آبادان، تو اهواز و تو سراسر این تو 123 شهر فریاد نمیزد پهلوی پهلوی، حتی در قم، قم مذهبی. ملت ایران ملتی که حافظش هست. مگه ما نادر رو فراموش کردیم؟ مگه شاه عباس بزرگ رو فراموش کردیم؟ چه بدش چه خوبش. همینطور که شاه سلطان حسین رو فراموش نکردیم، اون بیشوری که با دست خودش تاجو گذاشت رو سر افغان، محمود افغان، همونطور ما فراموش نکردیم بابک رو، همونطور فراموش نکردیم کریم خان و لطف علی خان و احمد ورگر هم فراموش نکردیم، اون آقا محمد خان اخضر هم فراموش نکردیم. کی میگه ما حافظه تاریخی ضعیفی داریم؟ کی میگه اینا رو؟ انگلستان میگه توسط عواملش، عواملی که هنوز نشستن و دارن مزخرف میگن به ملت ایران با ریش بوزی و نمیدونم سکولار بازی و نرفا کدومه. منتهای مراتب ما تعداد میکروفون و بلنگوهامون کمه، تمام میکروفون و بلنگوها باز شما که نشستین داری مزخرف میگین. از سرکار بانو سارا تمنا میکنم شماره دورم نشون بدن. خیلی ازتون ممنونم بانو سارا. تا در دقایق پایانی هم چند کلامی با همیانان گفته بود کنیم. من کاغه آهنگرم تا به ستم نیاورم، از شهر پرچم ساختم تا بر ستم گر تاختم. از غرب و از ماد آمدیم، از جنگی و پاش آمدیم، موج خلیج فارسم، من شاه تنها خاورم، زیرا که آریاییم، از قوم بختیاریم. دختر ایرانی باریکلا با اون جوان بختیاری، آفرین. اینا ملت ایران هم. چی میگه اینا حافظه تاریخی ندارن؟ ملت بزرگ ایران، در آبان ماه فرقه تبهکاران رو باید به لجندان تاریخ بسپاری. در آبان ماه باید ملت بزرگ ایران ثابت بکنه که این اراذل اوباش از علی شیره‌ای رهبر جمهوری جانوران اسلامی تا اون پایین پایینشون بچه بسیجی اسیدپاش مواد فروش، ما نمیخوایم شماها رو، ما شما اراذل اوباشو نمیخوایم. خیلی وقت نمیخوایم، از روز اول نمیخواستید، تحمیلی بودید ولی سرکوب کردید. حالا بالاخره یه جوری این جو جهانی عوض شد، یکی اومد صدای ملت ایران رو به گوش جهان رسون. آقا ملت رو خفه کرده بودن، اصلا راجب ایران حرف نمیزدن، هیچی راجع به ایران نمیگفتن. هر از جنگ هایی یه مستندی درست میکردن، مثلا نمیدونم بچه های ایرانی دارن قالی میبافن، همین. این کل مسئله ایران بود و ملت تکلیف رو روشن کرده. ما اینا رو نمیخوایم و میدونیم کی رو میخوایم. ما رضا پهلوی رو میخوایم. از این موضعمونم اصلا تکون نخواهیم خورد. سر سوسن با هیچ کس معامله ای نداریم ما، با هیچ کس. جمهوری خواه هستی باش، اینقدر جمهوری خواه باش تا خسته بشی، مسلمانید باشید، کسی به اسلام کاری نداره. عیسی را به دین خود، موسی را به دین خود، محمد هم به دین خود، کسی حق نداره به مسلمان رو توهین کنه. مسلمانان ایرانی در داخل کشور میتونن به چیزهای مذهبی خودشون ادامه بدن تا یه روزی عاقل بشن. این زمان میخواد، با فحش که نمیتونیم بکنیم تو موقع ملت، زمان میخواد. نسل باید عوض بشه تا مردم نسل بعد متوجه بشه که تمام این جریان از الحجاز حلبی سازی بوده همش. هیچ کس، من اینو باید بگم،
اگه نگم بعد به وجدان خودم دروغ گفتم، سر خودم رو کلا گذاشتم. چون من میدونم سر شنونده و بیننده رو کله بزنم، سر خودم که نمیدونم کله بزنم، بالاخره یه جو هنوز وجدان تو وجودمون هست دیگه. هیچ دشمنی در طول این قرنها که به ما حمله کرد، از اسکندر مقدونی اون بیمار جنسی روانی تا چنگیز مغول تا تیمور لنگ تا انگلیسا و روسا و عثمان و افغان و همه که به ما حمله کردن، به اندازه اسلام ملت ایران رو قتل عام نکرده. دروغ هم نمیگم، توهینم نیست، یک روزی هم ملت ایران متوجه خواهد شد. خب اما ما هیچ دعوایی با هیچ کسی نداریم. شما مسلمونی هستی، یهودی، مسیحی، زرتشتی، بهایی، بیدین، بادین، کرد، آذری، بلوچ، هرچی هستی، اول ما ایرانی هستی، با این ما دعوا داریم. آره، غیر از این کسی بخواد بیاد جنگولک بازی که در بیاره، بدون تعارف بهتون بگم، بدون تعارف سالمتون نمیذاری. اینجا مسئله ایرانه. ما راجع به ایران با هیچ کس، ایران پادشاهی عرض میکنم، ما راجع به ایران پادشاهی با هیچ کس هیچ تعارفی نداریم، هیچ معامله هم نداریم با هیچ کس، با هیچ کس، با هیچ کس، هر کس میخواد باشه. چرا که ما به این مسئله معتقدیم، چو ایران نباشد تن من مباد. ملت ایران در آبان ماه تکلیف رو باید روشن کنیم. 4 آبان تولد اعلیحضرت جمعه است، بعدش 7 آبان تولد کوروش بزرگ، و بعد 9 آبان تولد اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، که این 9 آبان باید تشکر کنیم از رضا پهلوی. هر انسان با شرفی باید 9 آبان از رضا پهلوی وارث تاج و تخت تشکر کنه. اعلیحضرت خیلی ازت ممنونیم که بیگناه وارد این جریان شدی، بیگناه و مرد و مردونه ایستادی و گفتی که من با هیچ کسی پدرکشتگی ندارم. اگه تو با من پدرکشتگی داری مشکل توه، من پدرکشتگی ندارم. هممون به ایران بیاندیشیم. من فقط میگم کشورم آزاد بشه. بنابراین همه ما باید حرف اول و آخرمون چی باشه؟ مسئله آبان ما و سقوط فرقه تبهکاران. در غیر این صورت خود دانید و بقیه ماجرا. شاد و پیروز باشید تا جمعه تولد اعلیحضرت که در خدمتتون خواهیم بود، با سپاس از سرکار بانو سارای گرامی و شما همیانان عزیز که به عرض بنده گوش دادید. پاینده ایران جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه. علی شیره‌ای کفنت کردم، کار تمومه، میاریمت پایین، این گوشکوب میزنیم تو سره. شاد و پیروز باشید تا جمعه.